درود فرمان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز شنبه هفتم مرداد ماه، هفته دوم مرداد، با از دست رفتن کانال 2 میلیون شاخص کل استارت خورد و شاخص کل امروز بالاخره بعد از یک فراز و نشیبی که داشت از نیمه بازار به سمت پایین حرکت کرد و 0.2% منفی شد. مجددا عدد 2 میلیون رو از دست داد. همونجوری که مشاهده میکنید تقریبا تا ساعت 10 صبح، 10:30 صبح اوضاع خوب بود و حتی به سمت بالا داشت حرکت میکرد، ولی بعد از اون همونجوری که میبینید اینجوری میاد پایین و دوباره مدل سرسره‌ای را داریم. شاخص کل هموزن که ابتدای کار حتی 0.2% مثبت شده بود، آخر کار به 0 رضایت داد. و اوضاع بد الگو ساعتی های امروز که فقط یه دونه الگو ساعتی داریم، کف پارس، این قضیه رو در ذهن ما تداعی میکنه که احتمال داره فردا هم این قضیه نزولی بودن بورس ادامه دار باشه، به خاطر اینکه هیچ یک از شاخص ها اون آخر کارشون عملکرد قشنگ و جالبی نداشتن و توی تقریبا نیم ساعت یک ساعت پایانی عملکرد همه شاخص ها یه جورایی بهتر بگیم افتضاح بوده دیگه. حالا بعد رو به کار نبریم، به خاطر اینکه همگی با هم دیگه مجددن به سمت پایین حرکت کردن. خروج پول حقیقی هم ادامه داره، 273 میلیارد تومان از بازار حقیقی ها امروز خارج کردن. سرانه خرید و فروش حقیقه ها هم 22 به 22 هستش، خیلی متفاوت نیست. ارزش معاملات هم 4400 میلیارده که خب واقعا عدد کمی را داره نشون میده و فعلا نشانه ای از بازگشت مشاهده نمی کنیم. ارزش دلاری بازار به 186 میلیارد تومان رسیده که تقریبا پایین ترین حد خودش را در سال 1402 نشون میده. اخبار نرخ خوراک هم باز امروز جالب نیست. منابع حاصل از فروش گاز به صنایع مستقیما منابع تبصره 14 رو تامین میکنن و در قالب یارانه به مردم پرداخت میشوند. پس با توجه به مشخص بودن منابع و مصارف امکان کاهش نرخ خوراک وجود ندارد. البته این نرخ خوراک برای گاز رو داره اعلام میکنه. و خبر مهم دیگه این که حالا جهانی این که فدرال رزرو هم مجددا نرخ بهره را 0.25% افزایش داد تا با رسیدن به عدد 5.5% بالاترین سطح نرخ بهره را در طی 22 سال اخیر داشته باشه. و خب پی این افزایش نرخ بهره همونجور که مشاهده میکنید در 2 روز گذشته ما یه مقداری رشد قیمت دلار را شاهد بودیم، ولی نه به اون اندازه‌ای که حالا خیلی بخواد برگرده به سمت بالا، ولی 101.7 کار خودش را تمام کرد و شاید دیگه این آخرین باری باشه که فدرال رزرو میتونه نرخ بهره را افزایش بده، چون واقعا دیگه عدد 5.5% عدد بسیار بالایی هستش در آمریکا. این هم شاید یک ترمزی بوده باشه برای بازار امروز، به خاطر اینکه بالاخره افزایش نرخ بهره در آمریکا دلار را کمی تقویت کرد و همین باعث شد که بسیاری از مواد اولیه یه مقداری قیمتشون افت داشته باشه. همون جوری که بیت کوین نتونست کانال 30,000 را حفظ بکنه و مجددا در 29,000 داره حرکت میکنه. بیت کوینی که خب در تقریبا 10-12 روز اخیر به عدد 31,000 هم رسیده بود و بسیاری انتظار داشتن که بتونه به سمت بالا حرکت بکنه، حالا در سایه افزایش نرخ بهره در آمریکا یه مقداری درجا داره میزنه. البته دلار در بازار ایران با قیمت 49,100 تومان امروز مجددا به کانال 49,000 تومان بازگشته، با 243
6 تومن 250 تومن افزایشی که نسبت به هفته گذشته داشت و سکه هم در کانال 28 میلیون تومن دیده میشه با 210 هزار تومن افزایش نسبت به هفته گذشته، حدودای 28 تا 200 هر سکه در حال حاضر در حال معامله هست. خب یک نظرسنجی هم در کانال گذاشتم، نظرتون راجع به نرخ خوراک پتروشیمی ها بگید. مسئله ای که همه منتظرش هستیم ببینیم این هفته چه اتفاقی میخواد بیفته. 3 گزینه طراحی شده برای این، یکی اینکه نرخ خوراک به قیمت قبل برمیگرده، یعنی حرفی که هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت و وعده داد، نرخ خوراک در همین قیمت باقی میمونه و چیزی تغییر نمیکنه. اون چیزیه که دولت میخواد و هفته گذشته به نوعی سخنگوی دولت گفت مجلس هم از ما همین رو خواسته. الان هم که به نوعی حالا اعلام شده که بالاخره مصارف این نوع فروش ها مشخص هستش. و یه گزینه سومی هم گذاشتیم که نرخ تغییر نمیکنه برای پتروشیمی ها، ولی میان یه کاری میکنن که پتروشیمی ها قیمت بالاتری بتونن محصولاتشون رو بفروشن تا اینجا این قضیه به نوعی جبران بشه براشون و به اون سوداوری برسند. همین گزینه بیشترین رأی آورده و 67% مشترکین کالال فعلا اعتقاد دارن که نرخ خوراک همینقدر میمونه ولی قیمت محصولات پتروشیمی افزایش پیدا میکنه. بنابراین یه جورایی این قضیه خونسا میشه اثرش و مجدداً اگر این اتفاق بیفته میتونن نهادهای گروه پتروشیمی حرکت خودشون را شروع کنند. خب الگو ساعتی را دیدیم، یه نماد بود و 10 نماد هم همونجور که مشاهده میکنید برعکس الگو ساعت داشتن و آخرین قیمتشون بیش از 3% نسبت به پایانی کاهش داشته. 3 نماد فجهان و گستر تیپیکو الگوی پوشای سعودی به خود داشتند و در طرف مقابل 40 نماد امروز الگوی پوشای نزولی را ثبت کردند که خب دوباره تعدادشون یه مقداری زیاد هست و این قضیه مجددا نگران کننده میشه یه مقدار. با توجه به اینکه عدد 2 میلیون هم به نوعی از دست رفته، واقعا اگر این 2 میلیون رو دیگه از دست بدیم شاید پس گرفتن 2 میلیون دوره خیلی زمان ببره و کار سختی باشه. 3 نماد و الماس، البرز و قالبر امروز الگوی ستاره صبحگاهی داشتند. 47 نماد داریم که 3 کندل قرمز و یا بیشتر را فعلا برای خودشون ثبت کردن که اسامیشون را مشاهده میکنید و اینجا هم خب تعداد در برابر 9 نمادی که 3 کندل سبز پشت سر هم دارند خیلی زیاده. این هم 9 نمادی که 3 کندل سبز متوالی را امروز ثبت کردند. امروز فقط نمادهای دتوزی و کحافظ با حجم معاملات بیش از 4 برابر حجم 20 روزه خودشون مواجه شدند که خب اینجا میبینید تعداد خیلی کمه. امروز در انتهای کار 29 نماد در صف خرید اسامیشو مشاهده میکنید. شاید تنها قسمتی که در بازار امروز به نفع سبزها تمام شده این قسمت هستش که تعداد نمادهای صف خریدمون در برابر صف فروشی ها تعدادش بیشتره. این هم 12 نمادی که در صف فروش بودند. 2 نماد در آستانه صف خرید و 4 نماد در آستانه صف فروش قرار داشتند. 10 نماد امروز فقط صف خرید را در لحظاتی تاچ کردند و خیلی سریع برگشتند. همونجور که مشاهده میکنید همشون البته با مثبت کارشون رو به پایان بردند و 13 نماد هم صف فروش را تاچ کردند و در نهایت هم همگی با منفی کار خودشون رو به پایان بردند. 14 نماد با الگوی اشتیاق خرید، کندل سبز و تعداد خریدار خوب مواجه بودند.
که تقریبا میشه گفتش اینها به انضمام اون صفحه خریدی ها بهترین روز رو امروز در بورس داشتن که تعدادشون خیلی کمه. هیچ نمادی ها نداشتیم که امروز حقیقی ها در منفی اون رو خریداری بکنن و متاسفانه امروز آمار خیلی جالب نیست. یه جورایی شاید سکون داره وارد بورس میشه و اگر که این اتفاق بیفته شاید باز مدتی ما باید منتظر بمونیم تا بخواد حرکت شروع بشه. یعنی یه مدتی ما اصلاح زمانی رو دوباره اینجا شاهد باشیم تا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. اتفاقی که البته سال گذشته هم دو سه مرتبه افتاد ولی بعدش حرکت‌های خوبی رو شاهد بودیم. یک بار توی برج 11 یادتون باشه ما تقریبا از 9 11 نگاه بکنید تا 30 11 مدت 20 روز فقط روی عدد 1,540,050 بودیم. ولی بعدش یه استارت خورد. چند تا کندل سبز خوب داشتیم، مجددا از 8-12 شروع شد تا 24-12 روی عدد 1,800,000 موند و بعدن استارت خوبی را زد. الان هم احتمال داره که هم اتفاق بیفته و الان مدت ها ما در حدود 2,000,000 بمونیم تا بعدن ببینیم چه اتفاقی میفته. باز هم من فکر میکنم اگر که اصلاح زمانی به این شکل داشته باشیم و همین 2,000,000 رو حفظ بکنه خیلی بهتر از این هستش که بخوایم برگردیم به سمت 1,800,000 و بعدن بخواد بیاد بالا. اون موقع خیلی کار سخت میشه و رد کردن 2,000,000 مجدداً یک سنگ بزرگی برای شاخص کل خواهد شد. ولی خب حالا اگر که رو همین عدد بمونه، رو همین عدد 2,000,000 بمونه، حداقلش وقتی حرکتش رو شروع کرد میتونیم امیدوار باشیم که مثلا تا 2,400,500 بالا بیاد. خب تشکر از همه دوستانی که برای ما نظر میرسن، کامنت میگذارن. آقای محمد اعتقاد دارن که یه خبرهای پشت پرده هستش و از 15 مرداد روند بورس افزایشی میشه تا پایان تابستون سقف قبلی را شاخص کل میزنه که امیدواریم خب واقعا همچین اتفاق بیفته. دوستی میگم بازار کرونا گرفته و به همین علت هستش که فعلا این گونه داریم میبینیم. آقای شهرام مشکل را در نمادهایی که نزدیک کبف کانال سعودی هستن میدونن و میگن که در این نمادهایی که نزدیک کف کانال سعودی هستن مشکل زیاده. شما اگر در بعضی نمادها دقت کنین ببینید که چه بلایی سر ما آمده. به نوعی حالا ایشون اعتقاد دارن که کانال های سعودی بر میگرده و خب میشکنه به سمت پایین که اگر همچی اتفاق بیفته خب قطعا قیمت ها از کف کانال ریزش میکنه و البته صحبتی هم که ما اغلب اوقات میکنیم برای ورود یک پله هستش، نه اینکه بگیم مثلا در کف کانال شما ورودهای خوبی را زیادی را انجام بدید، مگر اینکه مثلا 5 تا نماد باشن شما پولتون رو تقسیم کنید تو 5 تاشون، 5 تا یه پله وارد بکنید که حالا اون بحث جداست. ممنون از دوستان که برام کامنت میگذارند. امیدوارم که برای این برنامه هم نظرات خوبتون حتما بنویسید. بنویسید که چی فکر میکنید این هفته، آیا قراره که همینقدر سوت و کور بمونه یا اینکه یه تحرکی رو بالاخره میبینیم تو روزهای آینده. حالا از نظر خبری، از نظر بنیادی تکنیکالی میتونیم شاهد یک اتفاق و رویداد خوبی باشیم. ممنونم از توجه شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.